درود بر شما. امیدوارم هستم حالتون خوب باشه و فرصت تماشای برنامه ما رو داشته باشید. راستش من یک برنامه ضبط کردم تا دقایق دیگه اون رو خدمتون تقدیم میکنم. برنامه رو قبل از اینکه آپلود کنیم به قول معروف روی یوتیوب، برای دو تا از دوستام که معمولا توی برنامه ها با هم همکاری داریم و مشورت میکنیم اینا فرستادم. این دو دوست عزیز من نظریاتی رو در مورد تیپی که خدمتشون فرستادم، فایلی که فرستادم، اظهار کردن، مباحثی رو راجبش صحبت کردیم و این پیشنهاد حاصل شد که خب بیایم مثلا این مباحثمون رو روی آنتن، روی برنامه خدمت شما هم ارائه بکنیم. حدود 28 دقیقه 27 دقیقه است اون نوار، اون رو ملاحظه بفرمایید. بعد از اون در خدمت آقای امید بصیر و محمد رضا رحیم‌پور هستیم برای بحث مربوط به آنچه که بر تیم ملی فوتبال ایران می‌گذرد، به خصوص که شنیدیم که فردا قرار است تصمیم گیری نهایی بشود برای سرمربی تیم ملی ایران. گفتیم مناسب هست که ما قبل از اینکه نتیجه این جلسه اعلام بشود در خدمت شما این مبحث رو ارائه کرده باشیم. توجه بفرمایید. تمام میشه، تمام. ایران برای نخستین بار موفق میشه که از گروهش در جام جهانی صعود کنه. چقدر فوق‌العاده، چقدر لذت بخشه این فوتبال. عجب پدیده که انگار که هر چهار سال یک بار ما میشیم جزء دنیا. اسممون میره صدر اخبار جهان، یه جور خوبی میره. حالا با این صعود رویایی در این پربیننده ترین، جذاب ترین، پرهیجان ترین و شاید ظالم ترین رویداد جهان که میلیاردها انسان رو مجذوب خودش بکنه، بازم بیشتر رو من زوم بشه، زوم کنن. هرچه این جور زوما بیشتر، حال ما بهتر. آدم بهانه پیدا میکنه برای شادی. حالا نه پای خوبی بلیه لبخند، بهانه اینکه سر و کمی بالا بگیرید. اما اولین احساسی که بعد از خواندن این استوری ها به من دست داد و تیتراژی که در ابتدای برنامه ملاحظه کردید در معرفی برنامه رویای سعود این بود که به نظرم میرسد که ما دیگه کم کم رویای رویا داشتن هم بر ما حرام شده. بسیار جای تأسفه و جالبی که ما در هر زمینه‌ای که به اصطلاح ضعف پیدا میکنیم یا رویاهامون تبدیل به یأس میشه، این به وسیله دست اندرکاران همون پدیده هست. یعنی در خیلی از متدینین هستند که اعمال و رفتارشان شاید بیش از آنها که دین ندارند به دین لطمه زده است، یا وطن پرستانی هستند که اعمال و رفتار و صحبتهاشون بیشتر به وطن لطمه زده. حالا فوتبالی ها هم انگار همچین موقعیتی رو پیدا کردند، خواسته و نخواسته رفتارشون به فوتبال لطمه زده. چرا که، یا چه موقع باید بگم این حالت پیش میاد، اینه که آدما فکر کنن مهمتر از اون پدیده‌ای هستن که در اون نقشی رو دارن. فوتبالیست، مربی فکر کنه مهمتر از فوتباله. دیندار فکر کنه مهمتر از دینه. بزرگترین عیب این شرایط در جامعه این است که اون پدیده که مردم دوستش داشتن، بهش وابستگی دارن، روز به روز مردم ازش دور میشند. من نگران اینم که این فوتبالی که این همه ما عشق بهش داریم و در تیتراژ برنامه به اون شکل معرفی میشه،
به جایی برسه که همه بگن ولش کن، اصلا فوتبال میخواییم چیکار؟ و ما نخواسته به آقای حسن عباسی کمک بکنیم، به تئوری های او کمک بکنیم. اما چه شد که ما به اینجا رسیدیم؟ نمیخوام خیلی برگردم به عقب، میخوام برگردم به اون زمانی تنها که تیم ملی ایران در شرایط سختی بود و در به در به دنبال یک مربی بود، در آستانه حذف از مسابقات مقدماتی جام جهانی بود در مرحله ابتداییش، و در شرایطی بود که حتی هیچ مربی داخلی هم حاضر نبود که این ریسک رو قبول کنه و مربی تیم ایران بشه. آقای اسکوچیچ آمد، شرایطش رو میدونید، رزیومش رو میدونید، سوابقش رو میدانید، آمد و شاید بشه گفت در عین ناباوری 4 بازی رو در بحرین برد و تیم رو به مرحله بعد رسوند. همون موقع زمزمه هایی بود، یعنی هیچگاه فدراسیون نه او رو تایید کرد نه او رو رد کرد. این بزرگترین عیب اون فدراسیونی بود که آقای عزیزی خادم مسئولش بود. مرتب میگفت که بله ایشون هم زحمت کشیدن اینا، جوابای دو پهلو به خبرنگارا. نهایتاً اسکوچیچ موند و در مرحله بعد تیم ما رو به مقام اول گروه خودش و با سرعت فکر کنم 1 یا 2 بازی رو حتی اضافه آورد و رفت به جام جهانی. اما این حالت فدراسیون و حتی دست اندرکاران فوتبال نسبت به او باقی ماند. طبیعتاً وقتی که یه آدمی در یک همچین شرایطی قرار میگیره که علارغم یک کار بزرگی که همه به بزرگی اون متفق القولند انجام داده اما حمایت نمیشه، کم کم همه رو به شک می اندازه. به خصوص که اسکوچیچ هم هیچ موقع محکم نایستاد که بگوید یا من رو تایید کنید یا من رو کنار بگذارید. طرفین به دلحق کسی به دلائل خودش، من به دلائل فردی آدم ها نمیمونه تحلیل کنم این چرا مون اون چرا نمون این پول گیرش میمونه، اینا وظیفه من نیست. وظیفه من این است که آنچه را که میبینم تحلیل خودم را بگویم. این که پشت صحنه فلان سایت فلان روزنامه فلان خبرنگاری که تو تلویزیون‌های خارج از ایران نشسته چی میگه چی گیرش میاد، اینا از من گذشته که بخوام درش دخالتی داشته باشم یا نظری بدم. من بر اساس آنچه که میبینم و میشنوم قضاوت خودم رو، تحلیل خودم، حتی قضاوتم نه، تحلیل خودم رو میگم. انقدر این حالت کجدار مریض، عدم تأیید و تکذیب ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به این اردوی قطر. خیلی عجیب بود. این عکس آقای سجادی هست با تعدادی از بازیکنانی که سابقه بیشتری دارند. میاد در قطر، ایشان در اردو یک همچین عکسی نشون میدهد که جلسه ای داشته. این دیگه داستان رو رسوند به یک نقطه جوش. علی‌رغم این که همه سراسر این عکس نشان از یک جلسه غیر منطقی در اردوی قطر، بد سلیقه برای آن که اینها خصوصی و منتخب بازیکن ها که من نمیدانم حالا اینا سابقه شون زیاده کمه، اینا هر کدوم مثلا ممکنه در اردوی بعدی جز تیم ملی نباشند. بعد شما آمدی در غیاب سرمربی تیم ملی، که اینجاست که اسکوچیچ اشتباهات عظیمی داره.
اینجاست که شاید تنها اینجاست که من بگویم اگر کیروش بود، اگه مایلی کوهن بود، اگه دایی بود، اینا امکان نداشت اجازه بدن که آقای سجادی جلسه خصوصی بذاره. و اگه نماینده این دخالت در کار فدراسیون فوتبال اگه نیست، اسمش چیست پس؟ اما یه حسن داشت. حسنش چی بود؟ این داستان رسان به یک نقطه‌ای که حالا همه باید موضع بگیرن. دیگه این که ما حمایت میکنیم، ما نمیدونم موافقیم، ما مخالفیم، نداره. آمدن، منتها کیا آمدن؟ بازیکنان. همین بچه‌هایی که توی عکس دیدید، حالا کم و بیش دو دسته شدند. و این نشون میده عجب اردوی بوده این اردو در قطر. 15 روز تو هوای گرم و اینا، که اینا ربطی به سرمربی تیم ملی نداره، به فدراسیون، به همین آقای وزیر. اگه تو میتونی اردو درست بگیری، جای درست بگیری، بازی تدارکاتی بگیری، اینا رو باید انجام میدادی دیگه. اینا رو انجام ندادی، 15 روز تیم تو گرما تو قطر نگه داشتی، حالا اومدی جلسه کنی که مربیتون نگه داشت. چون فکر کنیم با رفتن یا نرفتن اسکوچیچ این تیم شق القمر میکنه در جام جهانی، یا اینکه مثلا از هر تیمی 15 تا گل میخوری؟ نه عزیزم، هیچ کدوم از این دوتا اتفاقی نمیفته. گفتم شما رویای رویا داشتن رو هم بعضی وقتا از ما طریق میکنید. در پست آقای سردار آزمون اشکال عمدش اون هست که اساساً فوتبالیست در هر تیمی اصلا صلاح نیست که راجع به جز فوتبالش صحبت کنه، اگر حالا کاپیتان تیم در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کنه. حتی اجازه مصاحبه خیلی از تیم‌ها نمیدن به بازیکن. منتها شرایط طبیعتاً باید در نظر گرفته بشه. من احساس می‌کنم ایشان به خاطر متنی که نوشته که درخواست کرده که مسئولین محترم لطف کنید این مربی رو عوض نکنید. این چون یک خواسته علیه کسی نیست، در حمایت از سرمربیه. بسیاری از تیمای دنیا وقتی که مربیشون رو در خطر میبینن، یه سری بازیکن ها میان و حمایتشون رو اعلام میکنن. این رسمه، این چیز بدی شاید نباشه. اشکالی که برای این هست این است که چون این رو از قول همه بازیکنان تیم ملی گفتن، این خلاف بوده. به نظر من نباید این کار می‌کرد. یک جمله میتونست این باشه که من به نمایندگی از طرف برخی از بازیکنان، یا برخی از بازیکنان هستن که درخواست این رو دارن که آقای اسکوچیچ بماند در پستی که دارد. اما به فاصله کوتاهی بعد از این پست، آقای طارمی یک پست رو منتشر کردن که همونجور که عرض کردم گفتن که نه، این نظر همه تیم نیست. به هر حال در مخالفت با اسکوچیچ بود و تعداد دیگه از فوتبالیستا که اکثرا کسانی بودن که در این جلسه هم که با آقای سجادی بوده توی اون عکس ملاحظه فرمودید، اینها چی کردن؟ اعلام مخالفت کردن. این هم حالا دیگه پاسخ اون یکی دیگه، حرفشون هم معتبره، میگن آقا نه آقای آزمون این نظر ما نیست. اما دو تا مورد خلاف هم در این من پیدا کردم. یکی این که گفتن اون پست قبلی بر اساس منافع شخصی برخی از بازیکنان بوده. آقا این خیلی، اینا همبازی شما بودن تا 4 سبب پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی. شما به هم پاس میدادید، گل میزدید، عرق میریختید با هم دیگه. کیان اینا؟ آخه این جامعه ای که همش مقشوش است و همش طعنه است و همش کنایه هست، حالا این فوتبال هم اینجوری؟ کیان اینا؟ منافع شخصی کیه؟ این باید ذکر بشه. منظورتون آقای آزمونه؟
احتمالاً دیگه من شواهد این رو نشون میده. چیه این منافع؟ این منافع آیا ارجعیت پیدا کرده یا در تضاد با منافع ملی هست؟ اینو معرفیش کنید، آزمون رو بیرونش کنن از تیم ملی. اگر هم نیست که این چه تهمتیه که میزنید؟ این یک مورد. دیگه گفتید که ما سرباز مردم ایرانی، تو رو خدا از این لفظ های حالا مقدس بگم، مورد احترام مردم بگم، چجوری شما سرباز ایرانید ولی یه معلم ما سرباز ایران نیست، یه پرستار ما سرباز ایران نیست، یه مهندس ما سرباز ایران نیست؟ سرباز به معنای اخص کلمه کسی است که در جبهه میره، کار نظامی میکنه، در مورد به هر حال شرایط سخت قرار میگیره، امکان کشته شدن داره، اصلا خیلی مشخصات داره دیگه، سرباز به اون میگن. اما اینی که ما همه میخوایم مثلا به کشورمون خدمت کنیم، در عین اینکه درآمدمون رو میگیریم، نمیدونم حقوقمون رو میگیریم، پاداشمون رو میگیریم، اینا دیگه شغلای مختلف داریم دیگه. شما فوتبالیستی، من که الان دیگه بازنشستم، یکی دیگه پرستاره، یکی دیگه معلم عزیز من، کدوم سرباز؟ شما یک شغلی دارید که جامعه هنرمندان مثلا فیلم بازی میکنن، خواننده ها، شما هم فوتبال بازی میکنید. جامعه موظفه که حقوق شما رو بر اساس عرضه و تقاضا، بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس اینکه توازن باشد، یک معلم، یک مهندس، یک پزشک، یک فوتبالیست، یک کشتیگیر، اینا حقوقشون باید یک توازنی داشته باشد، به خصوص در جوامعی که همه اینها به نوعی از بیت المال حقوق میگیرند. حالا اون کار شخصی و خصوصی که به جای خودشه. ما داشتیم گیج گیج میخوردیم که همونجور که عرض کردم انگار ما رویای رویا داشتنم برمون حروم شده، که یک دفعه آقای اسکوچیچ بالاخره سکوت به نظر من آزاردهنده خودش رو شکوند، چرا که اگر اسکوچیچ همون روزی که این بلا تکلیفی ها رو میدید، بی اعتنایی ها رو میدید، من هنوز یادم نمیره که این آقای میساقی در برنامه خودش وقتی با ایشون مصاحبه میکرد به زبون بی زبونی میگو آقا شما نمیدونی اینا شما رو نمیخوان، و او میگفت من قرارداد دارم و اینا درسته، این حرفه‌ای هست، اما در کاری که شما با جامعه سر و کار داری، با افکار عمومی سر و کار داری، بعضی وقتا یه فاکتورهایی هست که اگه در نظرش نگیری حرفه‌ای عمل نکردی. و شما عذرخواهی میکنم، این سکوتت، این بیتوجهیت به این بعضی وقتا واقعا برخوردهای، نمیخوام کلمه تحقیرآمیز رو به کار ببرم، ولی بیتوجهیت به او به این موضوع به اینجا رسوند کارو، یعنی کمک کرد به این که به اینجا برسه. این معنیش این نیست که حق در مورد شما اجرا شده یا انصاف انجام شده، این معنیش این است که شما اگر برخورد کرده بودی، چیزی گفته بودی، به نظر من شاید به اینجاها نمی رسید، اما شما صلاح خودتو اینجوری دونستی، من نمیتونم توی اون دخالت کنم. پست شما که من تازه به دستم در واقع رسید، اطلاع نداشتم و مجبورم حالا از رو نگاه بکنم، یکی دو بار خوندمش، چند تا فراز داره. چند تا فراز مثبتش این هست که گفته چه اونایی که از من حمایت کردن، چه اونایی که از من حمایت نکردن، همه بازیکنان تیم ملی ایران هستن، اونایی هم که حمایت کردن رو اول گفته که کاش این کار رو نمی کردید،
و این رو هم بر اساس این گفته است که اصلا دخالت در این امور مربوط به بازیکنان نیست، که این شاید خوب پوزیشنی باشه، خوب موضعی باشه که ایشان گرفته که این دو گروه رو در آینده بالاخره اگه قرار ایشان مربی تیم ملی باشد یا هر کسی که باشد احتیاج داره این دو گروه با هم باشن، مگر اینکه یکی از این دو گروه واقعا احساسش این باشد که گفته منافع شخصی دارید و اینا، که اون دیگه چیز قانونی پیدا میکنه، بسیار تهمت ناروایی اگر نارواست. اما ایشان چند تا اشاره کرده که من به این دلایل باید بمانم. زمانی که من میخواستم مربی بشم هیچ کس دیگه این شرایط انقدر سخت بود که نمیپذیرفت، که به نظر من درست میگه. من تیم رو هدایت کردم و با رکورد سرعت رسیدن به جام جهانی، و در واقع میگه چی میگید دیگه، چیکار باید بکنم، چیکار باید بکنه، مربی دیگری میخواید برید استخدام بکنه، خب بیارید، بگید آقا ما شما رو نمیخواییم. اما قبلش بگید چرا این کار رو میکنید، علت این که میخواید این کار رو بکنید چیه. این اشاره کرده به اینکه یه سری مربیایی که سوابق و نتایجشون چیزی رو نشون نمیده. یه حرف خیلی خیلی منطقی هم که اینجا گفته، که حالا من باید پیداش بکنم. در فوتبال هیچ استدلالی قوی تر از نتایج کسب شده وجود ندارد و نتایجی که من کسب کرده ام خود گویاست. حرف خیلی درست. یعنی شما وقتی با یه مربی با یه تیم حرف میزنی که نمیتونی من حدسم اینه، من تو اگه بری با فلانی بازی کنی من 5 تا گل میخوری، اون یکی بیاد 2 تا گل، این اصلا چون حرف که نتایج باید مبنای استدلال در فوتبال، در قضاوت فوتبال باشه. آقای فلان مربی، آقای گواردیولا رو میگن اینجا قهرمان شده، اینجا شده، اینجا شده، اینجا شده. گواردیولا با تمام شهرت و عظمتی که در فوتبال داره، چون نتونسته غیر از در بارسلونا چمپیونز لیگ ببره، توی اون زمینه خودش هم قبول داره ما ضعیفیم، باید کار کنیم. آخه نمیشه که نتایج یکی رو هیچی. شما باید بیایی بگویی که به این دلایل من میگویم که اسکوچیچ نباشد. ما دلایلی نشنیدیم. برمیگردم باز به این اردوی قطر. این اردوی قطر علارغم همه ضعف‌ها، بدخلقی‌ها، بد موقعیتی‌هایی که داشت، این تیم رو هر چند دیر، الان کمتر از 5 ماه به جام جهانی داریم، به نقطه ای رسونده که باید تصمیم براش گرفته بشه. متولیش باید معلوم بشه کیه. من داشتم فکر میکردم چه وقت پیشا هی میگفتن که کریم باقری نمیدونم پولش زیاده که میگیره و اینا، مگه چیکار میکنه. شاید اگه کریم باقری در چی بود، نه اینکه این روش صحیحی ها، اما من اون موقعی هم که کریم رو اسکوچیچ انتخاب کرد، خیلی ها مثلا میگفتن چیکار میکنه اینا. شما به عنوان مربی، به عنوان بزرگتر یک تیم، سرمربی یک تیم، تیم تو باید آماده کنی. همونجور که میری روانشناس میاری، ممکنه بگن روانشناس برای چی اومده، همین که میری مثلا یه ماسور دیگه میاری، کمک میاری اینا، اگه احساس کنی یه آدمی میتونه یه فاکتوری به تیم تو بده، یک شرایطی رو ایجاد کنه که این گلگی ها، این بحث ها یه صاحب پیدا بکنه، یه جایی رو پیدا بکنه، شاید دیگه این استوری ها نمی آمد.
فاکتورهای روانی در یک تیم فوتبال فوق‌العاده اهمیت داره. این تیم، اون مصاحبه های رؤسای فدراسیون ها، حتی همین آقای ماجدی اخیراً که گفت تیم ملی از همه چی بالاتر، اینا اثرات روانی میذاره که نتیجهش همینه که میبینید. این استوری هایی که میگذارید، چقدر مصاحبه میکنید، چقدر اظهار نظر میکنید، همه پنداری این دوربینه رو گیر میارن، میخوان یه چیزی بگن که شهر شلوغ کنن یا برای خودشون اسمی بخرن. آقا ما اسمی نداریم که، ما محوطه خودمون تو منطقه خودمون یه چیزایی رو میگیم. خب نگاه کنید در فوتبال جهان چه کسانی هستن. بعد ببینید که اسمی دارید یا ندارید. بعد تازه اونایی که اسم دارن کجا، مثلا این بازیکنان مثلا تیم ملی آلمان، هر روز تو تلویزیون ها در هر فرصتی میان میگن من این بودم، من اون بودم، من آقا یه دوره بازی کردید، عکستون بوده، اسمتون بوده، قهرمان شدید، مورد احترام بودید، الان بیاید کمک بکنی. آخه در فاصله 3-4 ماه مونده به جام جهانی، صبح تا شب تو مجلس و اینور و اونور نشستیم مربی عوض کنیم، مردم هم بند خدا سرگردان، یه عده از کیروش خاطرات خوش دارن، فکر میکنن که مردم دلشون میخواد این تیم بره جلو، یه عده فکر میکنن کیروش بیاد این کارو میکنه، یه عده فکر کنم یه مربی دیگه بیاد، هی عده فکر کنم اسکوچی شد چی کنی، یه عده ایدم دارم میگن درب داخلی بذارید. آقا این عده که اظهار نظره که کسی نمیشه که بهش حق نداری اظهار نظر کنی، شما متولیان این امر بگین چی کام کنی. الان سپتام چه روزی شما بازی دارید؟ با کی بازی دارید؟ چه ساعتی بازی دارید؟ خب من که میدونم معلوم نیست. بعد هی میشین از برنامه ریزی صحبت میکنی؟ آقا این فوتبالیست رفاقتون رو حفظ بکنی. این تنها چیزیه که ممکنه اون رویای رویا رو نگه داره. درود بر شما آقای وارث. سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا. خیلی خوشحال هستم که دوباره در خدمتتون هستیم. قرار بود یکی دو هفته با تاخیر بیایم راجع به جام جهانی صحبت بکنیم، منتها این اتفاقات انقدر سریع پیش اومد و پشت سر هم بود، در روز جمعه سیاه من اسمش گذاشتم اون اطلاعیه و استوری هایی که در اومد، مجبور شدیم که بیایم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوشحال هستم که اول اون ویدیو 28 دقیقه شما رو دیدم، تحلیل فوق‌العاده‌ای بود، لذت بردیم. ولی چند تا سوال برای من پیش اومد. اولین قضیهش این هستش که دوست دارم نظر شما رو اصلا بدونم، راه برون رفت از این شرایط چی هستش؟ الان تو این شرایط ما باید چیکار بکنیم؟ در این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم، به نظر من به این سوال فدراسیون، مردم، تماشاگران، تحلیلگران پاسخی باید به نظر من اینگونه بدهن. تیم ملی اومده رسیده به جام جهانی با یک سرمربی و خدمت شما عرض کنم یه سری بازیکنهایی که بودن و کادری که او انتخاب کرده. اما حالا باید چه کار کرد؟ همون سوالی که راجع به هر مقوله دیگری باید پاسخ داد. آقا این که سر جاش الان، چرا میخوای؟ اگه میخوای چرا میخوای اینو عوض کنی؟ من دلیلی نشنیدم که کسی بگه ما به این دلیل میخواهیم عوض کنیم. در نتیجه این جلسه که تشکیل میدن، من پیشنهادم این است که اولین سوال جلسه این باشه. آقایون، خانوم ها، نمیدونم خانوم ها هستن تو جلسه یا نه، شما که باید رأی بدید، اول رأی بدید به این که یا اظهار نظر بکنید که دلایل شما برای تغییر سرمربی تیم ملی چی هست. بدید میگن
آقای کیروش بیاد، یه عده میگن همین اسکوچیچ بمونه، یه عده میگن خدمت شما عرض کنم که نفرات دیگه ای که اسمشون هست بیان. خب اینا اوکی، ولی شما الان یه کارمندی رو میخواین اخراج کنید، اول باید بگید این کارمند من چرا میخوام اخراج کنم، کاستیاش چیه، مشکلم باهاش چیه، بعد کاندیداهای دیگر رو مطرح کنید. این چیزی که برام مهم هستش، دوست دارم بدونم که اصولا چقدر باید در واقع مردم این وضعیت رو تایید بکنن و فدراسیون دنبالش بره، چون الان اتفاقی که داره میفته انگار که مردم دارن انتخاب میکنن مربی تیم ملی رو و دولت فردای ما و فدراسیون و جاهای دیگه بر اساس اون افکار مردم دنبال نفر جدید هستن. اصولا این چجوری هست؟ مبنای غلطی به نظر شما نیستش که ببینیم مردم چی میگن و بعد محبوبیت رو مردم تعیین بکنن و بعد ما سرمربی انتخاب بکنیم؟ نظر شما در رابطه این قضیه چیه؟ نظر من این است که رأی مردم رو خوب آدم در نظر داشته باشه، اما اگه 100 مورد باشه آدم تو یه موردش بخواد با نظر مردم عمل کنه که این خیلی چیز منطقی به نظر نمیاد. تو همه چیز اگر نظر مردم مورد توجه قرار بگیره خب خیلی 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 چیز خوبیه، اما تو مسائل فنی، تو مسائلی که باید جزء به جزءش بررسی بشه، خب طبیعتاً باید یک کمیته فنی، یه سری آدمی که مسلط هستن بیان و البته چون این مردم هستن که نهایتاً از این تیم میخوان لذت ببرن، از این به اصطلاح بازی ها لذت ببرن و معمولاً مردمی اظهار نظر میکنن که با فوتبال سر و کار دارن، فوتبال رو بالا پایین میکنن، من فرمای شما رو متوجه میشم که باید فنی به موضوع نگاه کرد، اما نظر مردم قطعا میتونه لحاظ بشه، چون نهایتا این مردمی هم که دارن اظهار نظر میکنن یک دلایلی دارن دیگه. من همون سوالو از مردم هم میکنم، شما چرا میگید که این مربی باید عوض بشه؟ نظر غالب مردم رو تقریبا با توجه به اینکه ما روزانه با اینا در ارتباط هستیم بهتون میگم، بخشی از جامعه، نه همش، البته میگیم بخش، میتونیم بگیم 2/3 به 1/3 الان توی این شرایط فکر میکنن که اسکوچیش از راه ناسالم انتخاب شده. مردم مدرک دارن علیه این؟ ببینید ما خیلی چیزها رو من معتقدم تو جامعه به اسم مردم مطرح میکنیم. این مردم مثلا یه جا جمع شدن با هم اینو حرف رو زدن یا توی وبسایت ها یا توی فضای مجازی چیزهایی رو گفتن، اگر مدرکی دارن که ایشون ناسواب اومده، اول باید اونی که ناسواب اینو آورده رو یقش رو بگیرن، نه اسکوچیچو. اسکوچیچ یه مربی بوده به قول شما میگی رزیومه نداشته و هیچی، اینا اومدن دعوتش کردن شده سرمربی تیم ملی. من سوالم رو شما خواهش کنم بهش دقت کنید، سوال من اینه که اسکوچیچ چرا باید عوض شه؟ اگر اسکوچیچ ناسواب اومده کی مسئول اینه؟ کی او رو ناسواب آورده؟ کی به دلال پول داده؟ من به عنوان یک آدمی که ناظر بر یه آدم دیگه ایم که نمیتونیم ناسواب اومده، یعنی اسکوچیچ حق بازه و بگیرینش. آخه با این حرفای همجور کلی که نمیشه به شخصیت آدم ها بازی کرد، که من نمیگم هست یا نیست، من از 17000 کیلومتر اینورتر تو استرالیا از کجا میدونم که ایشون ثواب اومده یا نه ثواب اومده، ولی اونی که میگه باید بگه که به این دلائل، به این پول داده، این کار کرده، ماشاءالله هم این فدراسیون فوتبال اینا کسی ببخشید به بینیش دست بزنه همه میدونن. خب اینو بفرمایند، اینو بگویند، این بازیکن‌ها اینا همه اطلاع دارن اگه هست،
اما اگر اینو به عنوان یک بهانه مطرح میکنن، نه، من اعتقاد ندارم. اوکی. از لحاظ فنی بخشی از مردم معتقد هستن که اسپوچیش توانایی رو نداره که ایران رو در جام جهانی هدایت بکنه، به دلیل اینکه ما با تیمای زیر رنگ 50 مثل کره جنوبی و الجزایر که بازی کردیم ضعف فنی خیلی مشکوک بوده و فکر میکنن اسپوچیش محک جدی نخورده و در مقابل محک جدی تیم ملی گلبارون خواهد شد یا بازی مبتذلانه نشه به ضعف بخشی از جامعه. والا اگر کسی علم غیب داره، خب بیاد الان پیش بینی کنه جام جهانی کی قهرمان میشه، کی اول میشه، کی دوم میشه. من کلا آقای بصیر اینجوری به مسائل نگاه نمیکنم که من بشینم تو خونه هم مثلا در طول سال حتی یه دونه بازی ملی هم نبینم، یه تمرین ملی هم نرم، اصلا ندونم چی به چیه، بگم آه اینا میرن مثلا در ما در جام جهانی عزیزم با حشمت مهاجرانی امتیاز آوردیم، با جلال طالبی 3 امتیاز آوردیم، با آقای کیروش دوره، با آقای برانکو 1 امتیاز آوردیم، با آقای کیروش دوره اولش 1 امتیاز آوردیم، دوره دومش یعنی 4 امتیاز آوردیم. حالا دوباره حالا یا کیروش یا کسی دیگه هم بیان، من اعتقاد ندارم که ظرفیت فوتبال ما، ظرفیت فوتبال ما در اوجش ممکنه این 4 امتیاز بشه 5 امتیاز، خیلی اهمیت داره این. اما وقتی که اینقدر این ظرفیت لب به لبه، من خیلی اینو فاکتوری نمیبینم که حتما این اتفاق بیفته. اینجا من دفاع از چیزی نمی کنم، ولی من حرف همینجوری رو هیچ وقت من زیر بارش میرم و نمیپذیرم. شما یه اردو گذاشتی، اینا تمام وظایف این فدراسیونه، 15 روز اردو گذاشته تو قطعه، هوا گرمه میگن تقصیر اسکوچیچه، بعد شما فضای این اردو رو میبینی چجوری بوده و فضای این اردو رو روابط فدراسیون و اینا به این روز انداخته. بعد شما به من بفرمایید از چه تاریخی همه فهمیدن که این حق بازی اومده تو هیچی بلد نیست. الان از آخرین بازی که به کره که یه بازی تشریفاتی بود، این ما یادمون نره، یعنی اون بازی هیچ تأثیری در سرنوشت ایران نداشت، ضمن این که کره یادتون نره که بازی برگشتش اگر برده بود از امارات تیم اول گروه میشد، برای اون خیلی حساس تر بود و نتونست ببره. این مقایسه ها توی بازی های مختلف تو روزهای مختلف، فقط آدم باید ضعف فنی و ذهنی داشته باشه به نظر من که اینجوری به مسائل نگاه بکنه. امروز شما تیمت با 2 روز دیگه همین تیم بهترین مربی رو داشته باشه، و الا که فوتبال، خب مثلا منچستر سیتی قهرمان باشگاه شد، هر هفته باید بیاد ببره دیگه، 10 تا بزنه به اینو، یه هفته میاد میبازه. فوتبالی که اینجوری نگاه نمی کنن که میان مجموعه فعالیت های یه فصل رو در نظر میگیرن. شما آقای اسکوچی 4 تا بازی توی قطر کرده، 8 فکر کنم 10 تا بازی هم توی دور دوم کرده، یا 10 تا یا 8 دادیم 10 تا بکنم، یه دونه باخت داشته. آقای اسکوچیش مسئول اینه که تو گروه ما عربستان مثلا نبوده، امارات بوده. خب عربستان میمد ببینید چیکار میکرد، از کجا معلوم به اون میباخت؟ آقای قصه های اصلا بچگانه است اینجور تحلیل کردن ها. اصلا من نمیدونم چه بار فنی پشت اینه که این امتحان نده. خب امتحانش میگه تیم ملی آلمان رو دعوت میکرد آقای عزیزی خادم، من تو تهران ببینیم اسکوچیچ بلده یا نه، چون کسی بازی نمیکنه با تو. این نظر منه، ببخشید الان صدا من یکم رفت بالا، برای اینکه اصلا هیچ منطقی من پشت این اظهار نظرها نمیبینم. منتها همون اولم هم گفتم طرفدار یه چیزی رو دوست داره، من نمیتونم بگم که تو اینو دوست داشته باشی.
ما گفتیم اگر میخوایم بحث دقیق منطقی بکنیم بیام اینجا، بعدم تازه من اصلا میگم هیچ، شما بگو آره اصلا بذار توپو بنزن من تو زمین این دوستان. شما الان مربی که میخوای بیاری، هر کیو که میخوای بیاری، یه عده میگن ایرانی باشه که نمیدونم مثلا نیمکت مال مثلا یه مربی ایرانی باشه اینها، یه عده هم که طبیعتا صحبت آقای کیروشه. آخه این خجالت آور نیست؟ فرض کنید کارلوس کیروش که قطعا مربی رزومه دارتر و سابقه دارتر و قوی تری است. من تو همین ویدیو هم گفتم کیروش اگر جای آقای اسکوچیچ بود نه بازی قطر و اینا رو میپذیرفت، اون چهار تا بازی رو، نه اجازه میداد عزیزی خادم و نمیدونم اینا باش اینجوری حرف بزن، یا این جدیدی ها دمش گرم. مایلی کوهن هم بود نمیذاش. آقای اسکوچیچ به نظر من تنها بزرگترین یا بگم مهمترین نقطه ضعفش این مدارای بسیار بسیار از موضع ضعفه، این و این بلای جانش شده، این بلای جانش شده. او ممکنه اسم اینو بذاره تواضع، اینو بذاره چی، ولی متاسفانه این، حالا یا متاسفانه از نظر اون، این چی کرده؟ اگه دلال و اینا هم بوده و دزبازاری بوده و اینا که بگیرین همشون رو تارمار کنید از تو فدراسیون و تو وبسایت ها و توی هر جا که هستن اینا. من تو اینا دخالتی نمی کنم، من چی بگم دیگه، این میگه اون دزده، اون میگه اون دزده، اون میگه این دلاله، اون میگه من میشینم اینجا تو استرالیا بگم این آقا از یه بازیکنی پول گرفته اسمش، من چه میدونم. این در واقع یکی از سوالای منو پاسخ بدین، در چون یه برخی از رسانه ها و برخی از مردم همین نکته رو اشاره میکردن که دراگان اسکوچیچ خیلی اصطلاحا براش مهم نیست که پدرسون رو چه رفتاری میکنه و بعد که یه جاهای واکنش نشون میده که شما پاسخ ما رو دادین. یه نکته که وجود داره الان تو این موقع، فرض رو بگیریم چون خیلی احتمالش ظاهرا بالاست و هر لحظه که دفت میگذاریم آقای کیروش دوباره بشینه نیمکت، پیشبینی شما چیه؟ تحلیل شما چیه؟ با توجه به اتفاقاتی که سردار آزمون و بخشی از بازیکنان تیم ملی اومدن از اسکوچیچ حمایت کردن و گفتن که نباید شاید آرمین و دوستانشون هم گفتن که نه، و میشه آیا اگر فرض بگیریم که کیروش به تیم ملی برگرده، فکر میکنیم که میتونه اون رفاق تیم ملی رو برگردونه، یعنی که ما دودش دوباره تو چشممون میره؟ سوال بعدی رو بذارین این پاسخ باشه. نه، بذارین من اینجوری بگم، کیروش که بیاد درست نقطه مقابل اسکوچیچ خواهد بود. کیروش قطع خیلی هم باهوشه دیگه، شرایط ایران هم میبینه. کیروش که بیاد همه دیگه هیچ کاره میشن، هیئت رئیسه، رئیس فدراسیون، نمیدونم هیچ، کیروش است و کیروش حتما با این شرط میاد. منتها به نظر من میرسه که ابعاد مشکل، کیروش میتواند یه دستی به سر و گوش این محیط فوتبال ما بکشد، اما باید ببینیم که در عمل، در عمل کیروش می آید، اگه بیاید یا اگه بخوام بیارنش، بعد از اینکه خب در کولومبیا و مصر نتونست به جام جهانی بره، انگیزه مهمی که کیروش داره یا شاید تنها انگیزش اینه که یه بار دیگه به جام جهانی بره، که این برای او مهمه دیگه. اگه بپذیره به نظر من علت اصلیش اینه. اما وقتی که بیاید یه چیزی حدود 10 روز در سپتامبر، یه هفتم قبل از جام جهانی، این تیم در اختیار کیروشه. به نظر من نه کیروش نه هیچ مربی دیگه در چنین زمانی
کار خیلی 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 مهمی رو نمیتونه انجام بده، اصلا امکانش نیست. یک مرم ممکنه یه بازی این با روحیه بتونه کار بکنه، اما همونجور که شما هم اشاره کردید، بخشی از این تیم الان زخم خورده است و ضمناً ما به چه قیمتی، اینکه ایشون با چه قراردادی میاد. باز ما میدونی مشکل ما چیه؟ مشکل ما یه جوری شده که برداشتمون اینه که کیروش اگر که بیاد همه این مسائل رو با یک مجیکی حل میکنه. به نظر من اینجوری نمیشه. با یک مجیکی در کار نیست در فوتبال. فوتبال باید زحمت توش کشید. من در مجموع عرض کنم، به نظرم با توجه به همه قرائن و شواهد، البته این دعوای بین بازیکنان، اختلاف نظری که علنی شد و اینا، که همش به نظر من فدراسیون مقصره و به اینجا کشوند و یه مقدارم این روش های آقای اسکوچیچ، من تفاوتی در نتایج احتمالی به اون شکلی که کسانی ممکن نظر داشته باشن نظر ندارم. و علتشم که اینو میگم با توجه به نتایج ما در دورهای مختلف جام جهانی هست که چنین صحبتی رو میکنم. در خدمتی. در مورد جام جهانی 2006 ما یه مقدار اختلاف نظر به همین صورت داشتیم. دوره برانکو که سرمربی ما بود و اختلاف نظر آنچنان شدید شده بود که علی دایی میگفتش که بعضی از بازیکنان تو چشای من نگاه میکنن و به من پاس نمیدن، یعنی مشخص بود که اون زمان هم اختلاف بود. شما میدونم که اون جام جهانی حضور داشتیم، یه مستند خیلی خوب هم ساختیم. میخواستم ببینم چقدر شباهت تاریخی بین این اتفاقات میدونیم. ما کلن استاد تکرار تاریخ دیگه آقای بسیر، همش این همه. مگه تو 98 ایویچ نبود؟ یه دفعه معلوم نشد چی شد، اونم اتفاقا یک بازی دوستانه با تیم روم بود انجام داد تیم ایران، ایویچ رو رد کردن، گفتن مربی ایرانی بیاد، طالبی رو برداشتن آوردن، اون هیاهو، اون بعد اون بی‌انضباطی که در طی مسابقات بود، اینا تیم به اون خوبی. حالا البته میگم من اصلا فکر کنم ما تاریخ یادمون میره، اصلا تیم ایران توی اون دور از مسابقات امریکا رو برد، در مقابل یوگسلاوی هم فوق‌العاده خوب بازی کرد، شانس داشت برای حداقل نباختن مسابقه. ما خیلی نگاهمون هیجانی و مقطعی و اینها هست. توی 2006 هم همین که شما گفتی بود دیگه. به نظر من 2006 جز سالهایی بود که آقای دایی واقعا درسته خود زحمت کشته، خیلی گل زده و اینا، ولی خب خیلی هم بازی زیاد کرده دیگه. مثلا اگر نمیدونم شما یادتونه خیلی خوب یا نه، خود سالها واقعا دیگه جا نداشت دیگه، کما اینکه خود برانکو هم بازی دوم فکر کنم بازی با پرتغال آقای دایی رو نذاشت، ولی اختلاف بود دیگه. آقای کریمی اونجوری مثلا برخورد کرد. ما کلن چون فوتبالمون بنیاد حرفه‌ای نیست، ما بازیکنامون پول میگیرن، اما بنیاد فوتبال ما حرفه‌ای نیست، نظارت بر فوتبال ما حرفه‌ای نیست، همیشه اسیر یک سری از این چیزا بوده. اما این من فراموش کردم اینو بگم، آقای فدراسیونیا، آقای وزرا، آقایان فلان، از بازی ایران و کره چقدر وقت میگذره؟ از بازی که همه میگن باخته ایران و بد بازی کرده و اینا،
چه شما به من بفرمایید. فکر می‌کنم 4 ماه تقریبا گذشته. چهار ماه بودن. خب این 4 ماه چی؟ خواب بودی؟ واقعا شاهکار برنامه ریزیه. خیلی آقای اسکوچیش رو مخصی عوض کنی که اون موقع هم دیده بودی که این به کره باخته، حریفای ما هم که معلومه مثلا منتظر قره کشی جام جهانی بودیم، مثلا چون حالا با انگلیس افتاده با برزیل افتاده بودیم عوضش نمی کردیم. آقای رای پوز شما صحبت خاصی ندارید؟ سوال خاصی ندارید؟ من اول سلام عرض کنم خدمت همه و استادوار عزیز. من حالا این همه سوال جواب دادم، یه سوال میخوام از شما داده جواب بکنم. اگر آقای اسکوچیش تعویض شد، حالا هر کی اومد کیروش شد و تیم ایران با 3 باخت از جام جهانی حذف شد، تقصیر کیه؟ من پاسخ بدم؟ هر دوی پاسخ بدید. خب من که این داستان رو برای کیروش دو سرورد می‌بینم، اگر فرض بگیریم کیروش که به خاطر این که اگر نتیجه نگیره که میگه که به قول معروف اسکوچیش تیم و بسته، من تیم اصلا آماده نکردم، فرصت آماده سازی نداشتم، اگرم که نتیجه بگیری که به نام خودش تموم میشه، برای همین ناکامی اصلی رو بنا به هر دلیل اگر بخوایم از راه عوامانه نگاه نکنیم، ناکام اصلی به نام فدراسیون فوتبال هست، چون اونها هستن که با مصدر ما شکل بیدن. شما آقای رحیم‌پور. من حالا برخلاف اینا اول که کنم ناکام اصلی مردم ایران هستن، به خاطر اینکه شاید حالا تو شده تو این جامعه من بیشتر برخورد دارم با دلخوشی مردم، واقعا تیم ملیشون بود و حتی خودتونم تو گزارشت و تیزر برنامه روی سود میگین، حتی به اندازه یه لبخند میتونست به این مردم شادی بیاره به جامعه ای که واقعا شادی خیلی چیز ارزشمند میشه توش و کم پیدا میشه. اما من تقصیر رو به گردن فدراسیون همونقدر میدونم که به گردن اسکوچیچ هم میدونم و منطق من اینه که آقای اسکوچیچ، شما که دیدی برات اردو برگزار نمی کنن، برات امکانات فراهم نمی کنن، شما که دیدی بازیکن‌ها قبولت ندارن، مهدی طارمی علیه رسما توییت زد و وقتی همچین شرایطی رو می‌بینی یه جاهایی رفتن بیشتر از موندن ممکنه کمک کنه. اگر شما واقعا دوست داشتی تیم ملی ایرانو، یه جایی شاید اگر زودتر می‌رفتی بیشتر به این تیم کمک می‌کردی. پس تقصیر من همون اندازه که بازیکن‌ها رو تو دو دسته شدن چون مقصر می‌دونم، همون اندازه اسکوچیچ رو مقصر می‌دونم، همون اندازه فدراسیون مقصر می‌دونم. یه سلسله عواملی. یک سوال دیگه هم بکنم. چون شما گفتی من توی ایرانم، من تو جامعه، بعد درسته، خیلی نکته مهمیه. فکر میکنی اسکوچیچ اگر به این جام جهانی به عنوان مربی تیم ایران نره یا اصلا بره، قضاوتش در مورد ما مثلا فکر کن 20 سال دیگه میخواد یک کتاب بنویسه، چه قضاوتی میکنه در مورد ما؟ ببینید قطعا قضاوتی که خواهد کرد، آقای اسکوچیچ از دیدگاه خودش میاد میگه که خب به من خیلی فشار وارد شد، منو به صورت حرفاشم شاید خیلی غلط نباشه و میگه آقا منو به صورت ناعادلانه کنار گذاشتن، من تیم رو تو بدترین شرایط قبول کردم هدایتش رو و 5 ماه مونده به جام جهانی این فرصت رو از من دریغ کردم. اما خب این ور داستان هم هست که همون حرفی که حالا آقای بسیر شما اگه جواب دارید بدید. والا بحثش دو قسمت کاره، اگه قسمت حرفه‌ای قضیه رو ببینیم طبیعتاً جهودار قابل دفاع هست، ولی به نظر من خودم چون رو اصول معمولا خیلی حساس هستم، کار بی اصولی هست، کار بی معرفتی هستش، خیلی بی معرفتیه، یک ذره اخلاق تو این کار نیست. البته من آیا رسی نکته اشاره کنم، این شرایطی که ما میگیم
حالا کاملا شرایط بدی بود، یعنی حتی خود مسئول فدراسیونم امیدی به سقوط این تیم نداشتم و با اسکوچیش فکر کنم قراردادی که مثلا تو پایان بازی بحرین بود، ولی همونقدر که این شرایط بر ما بد بود همونقدر برای اسکوچیش خوب بود. چرا؟ ما نمیتونیم منکر این بشیم، ما همونطور که نمیتونیم منکر این بشیم که این کار کار بی اخلاقیه، کار به صورت عوام بخوام بگم نامردیه در حق آقای اسکوچیچ، اما نمیتونیم منکر این بشیم که اسکوچیچ شاید تو خوابش هم نمیدید که سرمربی تیم ملی ایران بشه و روی همچین جایگاهی بشینه. ما شرایطمون انقدر بد بود که مجبور شدیم اسکوچیچ رو بیاریم. جالب صحبت شما، عجب جالبه. اونجا آقای بصیر اون روز به من گفتن که همون زمان دایی قلعه‌نویی اینا هیچ کدوم نپذیرفتند این رو. شما یه آدمی اصلا اسکوچیچ زیرو، اصلا اسکوچیچ هیچی، اومده یه مسئولیتی رو شما به زور که از شما نگرفته که اخلاق رو توش ماوقع رو بررسی میکنند، نه حاشیه نه حدسیات، اخلاق ماوقع رو توش بررسی میکنند. شما یه به یه آدم از یه آدمی دعوت کردی گفتی بیا کمک کن به من انقدرم پول بگیر، اون آدم آمده کمک کرده و شما رو کشیده بالا، صاحب خودشم طبیعتاً کردیت میگیره، صاحب یه اسمی میشه و شده. اولا این آدم بعد از این که این عمل رو انجام داده دیگه آدم قبلی نیست که، درسته یا غلطه؟ این یه آدمیست که به یک توفیقی، یک کنکوری رو رد کرده، کنکور سخت دیگه، تا با قبل از کنکورش قابل مقایسه نیست این آدم، اون یه آدم دیگه، به خداحافظ. حالا میایی و هی باز اینجوری اینجوری میکنی اینا، حالا یا کسی گیرت نمیاد یا هرچی، میگی بیا یه کنکور دیگه بده، اون کنکور رو بهتر از هر دورهی و هر شاگرد دیگهی انجام میده. اصلا شاید منش این اینجوریه، شاید این برخلاف بعضی ها که تندخوهن یا ریاست طلبن، این آدمی که شاید کوپریت میکنه. مثلا آوردن کریم باقری به نظر من او یکی از ضعفاشو با هوشمندی خیلی زیادی پر کرد با کریم باقری. من از روزی که اسکوچیچ کریم باقری رو انتخاب کرد احساس کردم چقدر جامعه شناسیش قویه. او کریم رو نبرده بود فوتبال اونجا یاد بده اینا، از مجسمه باقری، از اون اسمی که باقری داره، حالا یه ده میگم بی خود داره اینا، من کار ندارم، من اون چیزی را که از دور میبینم، این با هوشمندی این کار کرد و مسابقاتش هم برده. یک بازی تدارکاتی هم در کانادا داشته که موافقت کرده بوده که بره. شما میگی با تیم بزرگ بازی نکرده، اولا کو تیم بزرگ، این که یک، حالا تیم متوسط اصلا کو، یه تیمی اون سر دنیا پذیرفته شما بری بازی کنی، بعدم که اون بازی اونجوری کنسل شده. یه موقع هست شما میگی آقا ما از این خوشمون نمیاد، ما از کیروش خوشمون میخواد. یه موقع شما از من میپرسید وارث کیروش به نظر تو مربی بهتریه یا اسکوچیچ؟ من حتما میگم کیروش، قطعا میگم کیروش. اما یک موقع شما راجع به اخلاق و شرایط و اینا صحبت میکنید و سوال من این بود که او چه قضاوتی رو میکنه، حتی کنار گذاشتنش هم ما با مرام انجام نمیدیم. اون آدم اصلا آدم ضعیف و نفسیه، اینجوریه. ما مجموعه ما فدراسیون، داورا، نمیدونم بزرگترا، پیشکسوتا، آخه این چه جور برخوردیه، این چه جور رفتاره،
نمیدونم چی باید بگم. من یه سوال بپرسم در بفرمید، خواهش میکنم. ما میگیم که حالا اگر اسکوچیس از کانال ناسالم میمده بریم بگیریم، این درسته، کاملا هم درسته. اما یه سوالی که برای من شخصا پیش میاد با توجه به پست دیروز، من که شخصا میگم یعنی قشر جوانی که این تیم ملی رو واقعا از خودشون میدونن، یعنی خیلی بهش تعصب دارم، اصرار اسکوچیش به موندن برای چیه به نظر شما؟ اگر ما میگیم آقا این آدم مثلا علاوه درست از راه درست اومده، شما که میدونی داره بهت فشار میارن، حمایت عوام رو نداری، حمایت فدراسیون رو از اول نداشتی، این اصرارت برای موندن چیه؟ شما مگه نتایج، چون یه قسمتش میگه نتایج خود گویاست، شما نتایجت کاملا گویاه و ما هیچ حدی توش نداریم، بهترین عملکرد داشتی، دو تا کنکور رو رد کردی، با این نتایج قطعا شما پیشنهادی غیر از ایران برات میاد، چه اصراری داری که بمونی اینجا؟ این خودش یه ذره شایعه برانگیز نیست به نظر شما؟ میبینه نفعش در اینه، میبینه این تیمو زحمت کشیده میخواد ببره جام جهانی، میبینه آدم کروات در ایران کروات ها بودن میخواد بشه موفق ترین مربی کروات، من چه میدونم، اونم حتما برای خودش یه گولی رو ست کرده. ضمن این که یک چیز رو شما نباید فراموش کنید به نظر من، کیروش به هیچ وجه شرایط 4 سال پیش و یا هر مربی دیگه که بود و پیدا نخواهد کرد. ایران بسیار متفاوت شده در همه شرایطش، در همه گوشاش، وضع مردم اصلا، اولا توجه به تیم ملی به اون اندازه اون موقع نیست. ما الان مدت هاست یه بازی ملی استادیوم پر اینا نداریم، کرونا بوده اینا، اصلا ما میسی که همه اینا یادمون رفته، یادمون رفته. در این شرایط بحرانی شما اومدی میخوای تمام این مشکلات و اینا رو با تغییر سرمربی تیم ملی شفا بدی، خب گود لاک، اگه میتونی بده، اونم بر چه اساسی؟ حدست بر اینه که ایران با آقای کیروش یا یه مربی غیر از اسکوچیچ در مقابل انگلیس و آمریکا و ولز بهتر بازی میکنی، چون نتیجه رو که از الان نمیشه پیش بینی کرد. به این همه اختلاف نظر، آقا اینا مدیر نیستن، شما داری از یک حرکتی دفاع میکنی که اصلا رسیدن به این نقطه همش روی اشتباهات و تصمیمات غلط ما بوده. چرا اصلا شما به جایی که اینو سوال کنی از این فدراسیون بپرس تو چی کاره ای؟ از اون باید بپرسی مگه در این فدراسیون این همه همه رو یه عده‌ای همون با فدراسیونیا میکنن که فدراسیونیا احتمالاً با اسکوچیچ میکنن، یعنی قدا کلن کوتا شده. حالا تو میخوای بری یه آدم قد بلندی رو بیاری به نام کیروش، قد کسی بالا نمیاد. ضمن این که من بازم تکرار میکنم، این روش روش قشنگی نیست. حتی اگر اینا میخواستن کاری بکنن، اینی که الان شما گفتی نمیدونم توی فلان سایت نوشته اینجوری مذاکره شده یا اینجوری پول دادن، اینا زشته، اینا تیم ما رو به این روز انداختن، گفتم رویای ما رو قبل از رویا شدن انگار دارن خراب میکنن. این تیم اگر حفظ شده بود، همونی که با لبنان بازی کرد بازی آخر، فضا رو حفظ کرده بودن، من تردید ندارم که شرایط امروزش بهتر از هر شرایطی که در جام جهانی پیدا بکنه می بود. و این نظر منه. اگه سوالی باشه باز در خدمت. من یه سوال بپرسم آقای بسیر، ببخشید.
حالا به عنوان کارشناس و من از تجربه وارس استفاده کنیم، در شرایط فعلی که همه میدونیم چقدر وضعیت تیم ملیمون بده، بازیکن‌ها دو دستن، نظر شما بهترین تصمیم چیه؟ اون خیرالموجودین الانمون چیه؟ چی کار کنیم که رویاه حداقل که سعود هیچی، حداقل مساوی بتونیم بگیریم سه تا بازی؟ اولا بذارید باور خودم رو بگم. اکثرا یه ساید دارن، ملی فکر کمتر میشه. فوتبال ملی ما شده تحت تأثیر باشگاه ها، این بزرگتری ضعف ما. ملی کسی به تیم نگاه نمی کنه. من اون این رو نگاه می کنم که به نفع ایرانه، نه اون تیم و ایکس و این بازی کن و اون بازی کن. من توی این جام جهانی کیروش باشه، نمیدونم هر کی باشه، اسکوچیچ باشه، من تیم ایران برام عزیزه. اما خیلی دلم میخواد این تلقی رو از یه عده‌ای ببینم، یعنی ببینم اونا چه جوری فکر میکنن. مثلا اسکوچیچ بیاد ببره، اونایی که مخالفشن خوشحال میشن. خب این نگاه ملی نیست دیگه. یا کیروش بیاد ببره، اونایی که مخالف موافق اسکوچیچ بودن ناراحت میشن. من یک همچین بوایی رو میشنوم، حتی در صحبت پیشکسوتا اینو میبینم. بعضیشون اصلا، من رو کراس بگم، خب خیلی، یه فیلم سینمایی من دیده بودم، اکسیدنتال هیرو، قهرمان اتفاقی. اسکوچیچ به نظر من اکسیدنتال هیروه، یعنی به طور اتفاقی شما رای نداری جز باور کنی این اکسیدنتال هیرو رو، چون هر کاری علیهش بکنی اسمش بی اخلاقیه. اون شواهدی داره که میگه من این کارا رو کردم، الان هم میگه من این تیم رو برم جام جهانی بهتر از همه نتیجه میگیرم. شما نمیتونی رو ثابت کنی تا موقعی که این اتفاق بیفته، اصلا هرگز نمیشه ثابتش کرد. حالا از تو تلویزیون تو جلسه اینا دفاع ما اینجوری بوده، فوروارد ما همه میدونیم که بازیکن توی جام جهانی اگر نمرش 10 تو مسابقات معمولی میشه 50. جام جهانیه، اصلا یه قصه دیگه ای میشه. اما اینی که فرمودید که خیرالموجودین ما چی هست، شاید اگه تایی دل منو بپرسی، اینقدر این فدراسیون و اینا بیدر و بیکره که من یک آدم مقتدر رو بد نمی بینم برای این تیم. یه آدمی که در واقع فقط یعنی تمام اختیارات این تیم دستش باشه، این برای نتیجه بهتره. در این حالت کیروش رو میارم. اما من دیدگاهم در زندگی در ورزش همیشه این نیست که به خاطر یک نتیجه اصول رو زیر پا بگذارم. آوردن کیروش اصولی که من بهش خیلی اعتقاد دارم رو خدشه‌دار میکنه. این دیگه تصمیمش با مسئولینه. شما نتیجه رو ممکنه ببری، اما اصول رو میبازی. اینا باید ببینی اولویتش برات کدومه. اگه دراز مدت به اخلاق جامعه، به نوجوانا، به جوانا فکر میکنی، علی رغم اینکه اونها ممکنه نظرشون به مربی تازه باشه، اما در کنه موضوع به نفع اونها، به نفع جامعه هست که پایبندی به اخلاق نشون بده. جامعه ما روی باخت اصول خیلی از دست داده. نمیدونم جوابتون دادم یا نه. من خیلی موافقی صحبتتون آقای مارس در مورد اصول.
جامعه به شدت نیاز داره به اصول و فقط امیدوارم که هرچی که هستش شرایط فرد به خیر بشه و راه بهتری برای جامعه انتخاب بشه. خود بس کنم سوالامونو هم از جانب خود از آقای رعیفو پرسیدیم و یه سوال دیگه به ذهن ما نمیرسیم، امیدوارم در برنامه دیگه بتونیم با شما هم توی داشتیم. انشاءالله منم خوشحال شدم، امیدوارم که سر بینندگان درد نیاورده باشه. تمام میشه، تمام. ایران برای نخستین بار موفق میشه که از گروهش در جام جهانی صعود کنه. چقدر فوق‌العاده، چقدر لذت بخشه این فوتبال، عجب پدیده که انگار که هر چهار سال یک بار ما میشیم جزء دنیا. اسمون میره صدر اخبار جهان، یه جور خوبی میره. حالا با این صعود رویایی در این پربیننده ترین، جذاب ترین، پرهیجان ترین و شاید ظالم ترین رویداد جهان که میلیاردها انسان رو مجذوب خودش بکنه، بازم بیشتر رو من زوم بشه، زوم کنن. هرچه این جور زوما بیشتر، حال ما بهتر. آدم بهانه پیدا میکنه برای شادی. حالا نه پای خوبی برای یه لبخند، بهانه اینکه سر و کمی بالا بگیرید. دلم بخواست الان میشه نوروز خان بودم. یقینا عده ای برای این موفقیت زحمت کشیدن، اما خداوکیلی بانی اصلی این لبخند نه دولت و وزارت ورزش و فدراسیونیه که توانایی حتی برگزاری چند تا دیدار تدارکاتی درست درمون رو نداشت، نه اونایی که مثلا دلواپس تیم بودن و موافق و مخالفشون هر چی گفتند و کردند بیشتر بوی حب و بغض و حسادت و دلالی و رفیق بازی میداد تا دلشوره. اینا هیچ کدوم بانی این موفقیت نیستن. بانی اون مردمی ترین پدیده حال حاضر جهان یعنی فوتباله. این باید بیاد توی کوچه بازی کنه. فوتبال مرگ و زندگی نیست، اما در برخی از جوامع متاسفانه انگار همه داشته اونهاست. هر جاشو نگاه کنی، تشکیلات این تیم، نفراتی که مستقیم و غیر مستقیم توش درگیرن جز معدودی، واقعا اشکالی میشه دید درش. با این وجود عجیبه که همه در عین اینکه فور میزنن انتقاد میکنن، اما دوستش دارن، همه تماشاش میکنن، همه مال خود میدوننش، چرا که همه رو بهره‌مند میکنه. فوتبال همه رو بهره‌مند میکنه، برخی بهره‌ای به اندازه یک لبخند، یک حس وجود داشتن، و بعضی بهره‌های بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی زیاد. فوتبال تو مملکت ما نه بازیکنانش، نه مربیاش، نه دست‌اندرکاراش، نه سلبریتی‌هاش، بلکه خودش اسطوره ما. چرا؟ چرا که ما یه منزوی رو هر چهار سال یک بار به شکلی آبرومند، به شکلی مطبوع بر روی نقشه جهان میبره، و این بار با این صعود اقامتمون تمدید میشه، حداقل برای یک بازی بیشتر. دلم بخواد امسال که وقت خداحافظیم با گزارشگریه، یادی کنم از نوروز خان، بقالی محلم و تو خیابون ساسان، شهباز، بانی عشق من به فوتبال. وقتی بهش گفتم نوروز خان، این اولین توپ پلاستیکیمه که دارم بخرم، گفت اون نمیخواد بدید، مهمون باز فقط مواظب توپت باش که